دوستای عزیزم سلام، به بیوگرافی خوش اومدین. امروز در این ویدیو میخوایم یه نگاهی بندازیم به مهمترین رویدادهای زندگی شخصی ملکه الیزابت تا ورای هر جور تفکر سیاسی ببینیم که ملکه‌ای که بلندترین دوران سلطنت بین حکمرانای انگلیسی رو داشت در طول زندگیش با چه جور چالش‌هایی روبرو شده بوده. من مونا هستم و اینجا براتون از آدم‌ها و اتفاقای تاریخی، حتی فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی میگم. پس اگر به اینجور موضوعات علاقه دارین حتما کانال رو دنبال کنید. April 21, 1926, joy bells rang throughout the empire. The royal union was blessed. Princess Elizabeth was born. الیزابت یه پرنسس به دنیا اومد، اما قرار نبود که ملکه بشه. به عنوان بزرگترین دختر دوک و دوشس یورک، اون سومین فرد در مسیر رسیدن به تاج و تخت بود. الیزابت یه دوران کودکی خیلی عالی و راحتی رو همراه با خانواده و در کنار خواهرش مارگارت گذروند، اما ناگهان سرنوشتش در یک روز برای همیشه تغییر کرد. تو سال 1936 ادوارد هشتم از سلطنت استعفا داد تا بتونه با والی سیمسون عشق زندگیش ازدواج کنه. I have found it impossible to discharge my duties as king without the help and support of the woman I love. تمام ساختارای دنیای الیزابت ناگهان تغییر کرد. حالا پدرش پادشاه بود و اون جانشین پدرش. در زمان جنگ جهانی دوم بود که پرنسس الیزابت برای اولین بار در زندگیش با مردمش صحبت کرد. God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all. یه کمی بعد، الیزابت شد اولین خانم از خاندان سلطنتی که به صورت تمام وقت به ارتش پیوست. در روز پیروزی جنگ، الیزابت همراه با خانواده‌اش و وینستون چرچیل روی بالکن کاخ باکینگهام حاضر شد. همون روز بعد از ظهر پرنسس الیزابت همراه با خواهرش مارگارت با لباس مبدل به خیابونا رفتن و همراه مردم رقصیدن و خوشحالی کردن. I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall. All of us just swept along on a tide of happiness and relief. I think it was one of the most memorable nights of my life. اما در همین زمان بود که اون برای یکی از اقوام دورش یواشکی نامه می نوشت. یه افسر جوون نیروی دریایی، پرنس فیلیپ از خانواده سلطنتی یونان. الیزابت اولین بار فیلیپو فقط وقتی که 13 سالش بود ملاقات کرده بود. عموی فیلیپ، لورد ماونت‌باتن، که یه آدم خیلی مهمی هم در دربار انگلیس بود، تلاش زیادی کرد که اونا به هم برسن. اما خانواده سلطنتی خیلی هم از این موضوع خوشحال نبودن. فیلیپ از یه خانواده سلطنتی می اومد که تاج و تختشون رو به تازگی از دست داده بودن و در نتیجه پول زیادی هم نداشت. اما به هر صورت در جولای 1947 نامزدی اونا اعلام شد. The royal family and Princess Elizabeth's fiancé have permitted these special film studies to be made in response to the rapidly mounting worldwide interest in the forthcoming royal wedding on the 20th of November in Westminster Abbey. Cheered the happy pair when they came out onto the balcony. و فقط یک سال بعد از ازدواجشون چارلز به دنیا اومد. برای مدت کوتاهی پرنسس تونست از یه زندگی آروم به عنوان همسر یه افسر نیروی دریایی در مالتا لذت ببره. اما این دوران شیرین خیلی زود با یه تراژدی خانوادگی تموم شد. Once again he seemed to be on his way back to health. And when he went to London airport to say farewell to the princess and the duke, he appeared to be better than he had been for many weeks. پادشاه داشت از سرطان ریه می‌مرد. 31 ژانویه 1952
آخرین باری بود که اونا همدیگر رو دیدن. فقط 6 روز بعد پادشاه مرده بود. تاجگذاری اون ماه جون سال بعد بود. اون روز صدها هزار نفر در خیابونا جمع شده بودن و در آغاز دوران تلویزیون بیش از 2 میلیون نفر مراسم رو از خونه هاشون تماشا کردن. Into the forecourt of the palace and through the gates comes the gilded coach, 2 centuries old, bearing the young queen to her crown. The huge wave of cheering travels with her, pouring along the mall as though it would lift her and carry her on her way. Will you solemnly promise and swear to govern the people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? I solemnly promise so to do. ملکه الیزابت سلطنتش رو با یه تور 6 ماهه به کشورهای مشترک المنافع شروع کرد. وقتی که اون به سلطنت رسید، در اتحادیه کشورهای مشترک المنافع فقط 8 کشور وجود داشت. این اتحادیه امروز 56 کشور داره. ملکه در دوران خودش با تک تک رئیس جمهورای آمریکا ملاقات کرد. رئیس جمهورایی که بعضیاشون حتی بهش چشمک هم زدن. You helped our nation celebrate its bicentennial in 1976. She gave me a look that only a mother could give a child. دوران سلطنت الیزابت همراه بود با تغییرات بزرگ اجتماعی و فرهنگی. کم کم در دوران انقلاب پانک خیلیا بودن که نسبت به حکومت سلطنتی سرد شده بودن، حتی لزوم وجودش رو زیر سوال می‌بردن. و بعد از اون بود که چارلز نامزدی خودش رو با لیدی دایانا اسپنسر اعلام کرد. I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. مردم و رسانه‌ها ناگهان انگار هیپنوتیزم شده بودن. مراسم ازدواج یه برنامه تلویزیونی مهم بود که دوباره محبوبیت خانواده سلطنتی رو به اوج خودش برگردوند. اما خیلی زیاد طول نکشید که شکست خوردن این ازدواج و البته موازی با اون شکست ازدواج اندرو و سارا فرگوسن هم به این محبوبیت آسیب جدی وارد کرد. سال 1992 سال بحران برای خانواده سلطنتی بود. همون سال یک کتابی درباره جزئیات وحشتناک ازدواج دایانا با چارلز منتشر شد. و کمی بعد از اون قلعه وینزور آتیش گرفت و چنان آسیبی بهش وارد شد که تعمیر کردنش 36 میلیون پوند براشون آب خورد. و از اونجایی که مردم اصلا هیچ تمایلی به پرداخت یه همچین پولی نداشتن، ملکه مجبور شد برای اولین بار در تاریخ سلطنت بریتانیا مالیات بر درآمد پرداخت کنه. وقتی که دایانا در تصادف ماشین در پاریس کشته شد، افکار عمومی شخص ملکه رو سرزنش میکردن. زمانی که حادثه اتفاق افتاد، ملکه در ملک شخصیش در اسکاتلند بود. همون یک شنبه طبق معمول هر هفته خانواده سلطنتی به کلیسا رفتن، اما در کمال تعجب همه هیچ اشاره‌ای به مرگ دایانا نشد. در حالی که همه چشما به کاخ باکینگهام بود، هیچ پرچمی هم به حالت نیمه افراشته در نیومد. ملکه هم از اسکاتلند به لندن بر نگشت و به تعطیلاتش ادامه داد. همه اینا در کنار هم باعث ناراحتی و انتقاد شدید مردم و افکار عمومی شد. بعد از یه مدتی زیر فشار افکار عمومی و به خاطر توصیه نخست وزیر وقت تونی بلر، ملکه به لندن برگشت و در روز خاکسپاری بالاخره اون کار رو که مردم می‌خواستن انجام داد. What I say to you now as your queen and as a grandmother, I say from my heart.
First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. در سال 2002 بود که ملکه تنها خواهرش پرنسس مارگارت و فقط 7 هفته بعد از اون مادرش رو از دست داد. اما در میان همه این تراژدی‌های خانوادگی، سال 2002 اهمیت دیگه‌ای هم داشت، چون که 50مین سال سلطنت ملکه بود. مجموعه همه این اتفاقا دوباره محبوبیت به خانواده سلطنتی برگردوند و در سال 2012 محبوبیت ملکه در بالاترین حد خودش از زمان شروع سلطنت بود که تصمیم گرفت ستاره مراسم آغاز المپیک 2012 لندن بشه. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. یک کمی بعد ملکه که اول به شدت با ازدواج چارلز و کامیلا مخالفت کرده بود بالاخره رضایت داد و اونا بعد از مدت‌ها تونستن ازدواج کنن. البته کامیلا هیچ وقت بین مردم خیلی محبوب نشد. ازدواج نوه‌های ملکه دوتا از مهمترین برنامه‌های تلویزیونی بود که میلیون‌ها نفر تماشاشون کردن و تبدیل شد به یه نماد خوشبینی، به یه آینده خوب و درخشان. اما بعد تصمیم مگان مارکل و پرنس هری برای ترک خانواده سلطنتی ضربه خیلی بزرگی به این تصویر وارد کرد. اما خب خیلی خیلی بدتر از اون، تقریبا همزمان به نظر می رسید که رسوایی دوستی و همراهی پرنس اندرو با جفری اپستین هر روز بزرگتر و بزرگتر می شد. You've been on his private plane. Yes. You've been to stay on his private island. Yes. You've stayed at his home in Palm Beach. Yes. تا جایی که برای اولین بار در تمام طول سلطنتش ملکه مجبور شد تا شخصا وارد ماجرا بشه و پرنس اندرو رو از تمام مسئولیت‌های اجتماعیش اخراج کرد. سال 2020 بزرگترین چالش همه دوران سلطنت ملکه الیزابت رو با خودش به همراه آورد. پاندمی جهانی کرونا. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. در سال 2021 پرنس فیلیپ دوک ادینبرا در 99 سالگی از دنیا رفت. همین چند ماه قبل بود که مردم بریتانیا 70مین سالگرد سلطنت ملکه رو جشن گرفتن. البته خود ملکه به خاطر ضعف جسمی نتونست در تمام طول مراسم حضور داشته باشه. و همین چند روز قبل بود که در سن 96 سالگی در قلعه بلمورول اسکاتلند از دنیا رفت. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که این ویدیو براتون جالب بوده باشه. اگر دوست داشتین یادتون نره که لایک کنید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.